درود بر بینندگان عزیز، درود بر ملت بزرگ ایران و درود به روان همه جانباختگان در راه ایران زمین، به ویژه پرسنل نیروهای مسلح. من اسدالله نصر اسلانی هستم و برنامه جبهه هماهنگ مبارزان ایران و شورای نجات ایران رو امروز خدمتتون تقدیم میکنم. من از یکی از سخنگویان سازمان یکی از سازمان‌های جبهه هماهنگ مبارزان ایران، جناب آقای دکتر سعید حمزوی، سخنگوی عرض کنم که طرفداران آزادی در فرانسه، دعوت کردم که تشریف بیارن در این برنامه همکاری داشته باشیم، با هم دیگه یه مقداری گفتگو با هم بکنیم. عرض کنم که جناب دکتر حمزوی تشریف دارین تو برنامه؟ قربان، در خدمت عرض کنم که به این برنامه خیلی خوش آمدین آقای دکتر حمزوی. من چند سوال دارم که سوال اولم بسیار ساده است، ولی در مورد سوال دوم یه مقداری منده توضیح دارم. پرسش اول من این است که با توجه به اوضاع احوالی که در ایران الان رواج داره و واقعا اخباری که به خارج میاد بسیار بسیار غم انگیز و تاسف انگیز هست، البته حکومت که کار خودش داره انجام میده و توجهی هم به خواستای مردم نداره، با همه این احوال من میخواستم که جنابالی که تبخوری داریم در زمینه بررسی مسائل داخل ایران، لطف بفرمایید که ببینیم که در از لحاظ اقتصادی و تولید کالا و خدمات و همینطور به خصوص بانکداری و سرمایه گذاری که اینا چهار عامل اصلی در واقع اقتصاد ما هستند، این در ایران چه نوع مدیریتی در مورد این چهار موردی که من عرض کردم اعمال میشه؟ خیلی ممنون میشم. سپاسگزارم از سوالی که فرمودین. البته اگر اجازه بدین این مختصری عرض کنم، باید برگردیم به تاریخچه از ابتدایی که جمهوری اسلامی پیدایش پیدا کرد. حضورتون عرض شود که ملاحظه فرمودید که در همون ابتدا مسائل به هر حال اقتصادی که بر پایه و اصول قبل از این شورش ادامه داشت، اینها متوجه شدن که خب باید به طور کلی یه دگرگونی به وجود بیارن و برای اینکه زمینه فراهم بشه مراجعه کردن، از آقای خمینی سوال کردن، ایشون فرمودن اقتصاد مال خر است و بنابراین حالا اقتصاد مال خر است، آیا این یک فرمایش طلایی بوده که ایشون کردن؟ این زمینه ای فراهم کرد که تمام کسانی که قصد داشتن به هر حال به یک ترتیبی قدرت‌های مالی کشورم در اختیار بگیرن، به دنبال این صحبت حتی در مورد مصادره اموال مردم تشدید شد. حضور شما ارشد کسانی که در بازار بر اساس یک اصولی کار میکردن، اینها به هر حال مزاحمت براشون فراهم شد و حضورتون عرض شود در قسمت تولید کشورم با مشکلات کمبود ارز و ارز وجود داشت، ولی به هر حال به کسانی که بر اساس یه اصول صحیح کار میکردن به اینها تخصیص داده نمیشد و به کسانی داده شد که اینها بعد از یک مدت که مواد اولیه وارد نکردن و این بودجه‌ای که در اختیار اینها از نظر ارزی گذاشته شد، اینا رو کالای تمام شده از چین و از کشورهای مختلفی که به هر حال توانسته بودن با کالاهای بنجل و با قیمت‌های پایین تهیه بکنن، آمدن و تمام بازار به اصطلاح ایران رو در هر نقطه‌ای بود اینا تصاحب کردن. بنابراین با این دگرگونی که در وضع اقتصاد ایران به وجود آوردن، اساساً از ریل اصول و مبانی علمی و اقتصادی که در دنیا متداول بود و بر این اساس کشورها موفق شده بودن که اولا
کار اقتصادی کشورشون رو به پیش ببرن، اقتصاد بازار شدن و به هر حال با این که همه در همه زمینه ها شرایط رو به نفع خودشون فراهم کردن، اساساً تمام اون چه که تو کسان بازرگانان و کسان که حتی در قسمت صنایع و تولید همه بنابراین تحت تاثیر این قرار گرفت که اگر ارزی بهشون ارزان قیمت رو به خودی ها میدادن و ارز گرانتر رو بعد کسانی که یا ارتباط نداشتن یا نمیخواستن اساسا وارد این جریان بشن، بنابراین تولیداتشون حتی مقرون به صرفه نبود و بازار رو با جنس‌های خارجی پر کردن که البته این ارزا رو گرفته بودن که مواد اولیه بیارن و صنعت کشور رو در واقع رونق ببخشن و بیکاری به وجود نیاد و هزاران مسئله دیگه. ولی عامل جنگ در اون موقع هم این زمینه رو برای کسانی که مخصوص داشتن به کل از ریشه مسائل رو تغییر بدن و در واقع به نفع جیب خودشون فعالیت بکنن، بنابراین موفق شدن که به این ترتیب عمل بکنن و نقش برادران انصارالدین تازه مسلمان رو فراموش نکنید که اینها واقعا چه بلایی به سر اقتصاد مملکت و بنابراین به واردات نامناسبی که انجام دادن و ثروتی که در خارج از کشور اندوختن و همه اینها باعث شده که اساساً وضعی که در ایران وجود داره یه وضعی نیست که با هیچ نرمی و با هیچ اصولی که در کشورهای دیگه اقتصادشون رو اداره میکنن مطابقت نداره. بنابراین در این شرایط خاص خب طبیعی است که تولیدات هم بسیاری از کارخانه ها تعطیل شده و اونهایی هم که واقعا موفق شدن که کارشون رو ادامه بدن، اون چه که ما اطلاع پیدا میکنیم این است که میگن آقا واقعا بیچاره شدیم. بنابراین هم کار میکنن، هم نگران وضع آیندهشون هستن و هم این که اساساً همکاری که نمی کنن درست برعکس، یعنی شرایطی فراهم کردن که واقعاً یک اشخاصی که حتی دارن کار میکنن از جانشون سیر شدن و حالا حتی اگر در این قسمت هم کار به تعطیلی بکشه اینا ابایی ندارن و فکر میکنن با ارتباطاتی که دارن، با حضورتون ارشد معافیتایی که استفاده میکنن یا از بنادری که اساسا اعلام نمیکنن که به اصطلاح اسنادی رو ارائه نمیدن برای اینکه تشریفات گمرکی رو انجام بدن، این است که خب هنوز هم ملاحظه میفرمایید که یک عده خاصی ثروتهای واقعا آنچنانی به دست آوردن چه در خارج و چه در داخل ایران و بنابراین یک اقتصاد مریضی رو اینها به وجود آوردن که امیدی به شفای این بیمار نیست قربون. این از نظر اصولا عرض کردم که با توجه به این که اینها به هیچ وجه به مبانی و اصول علم اقتصاد اعتقادی ندارن، در مورد تولید هم هیچ گونه برنامه‌ای در جهت اینکه بیکاری رو از بین ببرن وضع به صورتی در بیاد که سرمایه‌های خارجی برای توسعه صنایع و کارهای بخش خصوصی صورت بگیره و با استقبال کسانی که در خارج هستن روبرو بشه، بنابراین نشون میده که شرایط به هیچ وجه مساعد نیست. حالا ببینید مسئله یکی از مسائلی که باعث شد که در واقع کمک بکنه به این هرج و مرج اقتصادی که اینا به وجود آوردن، اون برنامه اسلامی کردن به اصطلاح اقتصاد ایران بود که به هیچ وجه نه تنها موفق نشدن
الان آسیبی که تک تک کسانی که در بخش خصوصی مشغول کار هستن دارن میپردازن ناشی از همون بوده که نتوانستن اعتبار اسنادی باز بکنن، نتوانستن به موقع به اصطلاح تعهدات خودشون انجام بدن، مرتباً افزایش قیمت دلار و ارزهای خارجی صدمه بزرگی زد، ولی اونهایی که موفق شدن ارزهای ارزون تر می خریدن گیرشون می آمد، باید چون یک بازار تورمی به وجود آورده بودن با قیمت بالا موفق می شدن که به اصطلاح جیب مردم و ثروت کشور رو به نفع خودشون به اصطلاح خالی بکنن. و این خب این شرایط تولید کشور بعضی ها هستن که موفق شدن هنوز سرمایه‌شون رو ادامه بدن، یا موفق شدن تا حدودی هم بعضی ها کارشون رو تکمیل تر کردن، ولی خون دلی که میخورن و بی اعتمادی که وجود داره و تعهداتی رو که به وجود آوردن و تعهداتی رو که بدون اصول بانکداری به کسانی که اساساً واجد شرایط نبودن وام های عجیب دادن، ولی کسانی که محل داشتن، تولید داشتن و حتی تضمین نامه داشتن برای اینکه اگر وامی بگیرن وامشون رو پرداخت بکنن، اینها رو همینطور معطل نگه داشتن و به هر حال امروز کمتر کسی رو میشه پیدا کرد که اگر راست باشه بتونه کار درست انجام بده. همه رو به هر حال به یک ترتیبی آلوده کردن که البته نتایجش بزرگترین خطری است که کشور ما رو تهدید میکنه، که اینها در سایه ناکارآمدی و بلند پروازی ها و به نفع خود کار کردن اقتصاد ایران و شرایط به اصطلاح زندگی رو برای مردم به اینجا رسوندن و امروز هم یک رکود تورمی در ایران وجود داره. مردم باید بهای سنگینی برای احتیاجات اولیه بپردازن، ولی اون قسمت از فعالیت هایی که اساسا کمک میتونست بکنه به اینکه بیکاری کمتر باشه و یا اینکه گردش پول بیشتر باشه، تمام اونها هم متوقف شده و به هر حال این توقف یکی از نشانهای این است که این حکومت دیگه قابل دوام نیست. خیلی ممنون، خیلی متشکر. البته به طور ضمنی اشاره فرمودی یکی از مسائل عمده مسئله بانکداری و بهره پولیش که پرداخت شده به صورت سودی، و عرض کنم که از اون مهمتر که حالا شاید یه برنامه خاصی بر ما بگذاریم مسئله خصوصی سازی بود که الان یکی از عوامل بسیار بسیار مشکلی که برای اقتصاد ایران درست کردیم مسئله خصوصی سازی بوده که اینقدر اینا بالا پایین کردن که البته در پی این برنامه همیشه نفع یه عده خاصی مطرح بوده. حالا به اون بگذاریم، در اون زمینه یه برنامه خاصی صحبت خواهیم کرد. عرض کنم که حالا پرسش دوم من راجع به این تحریم هاییست که اخیراً به ملت ایران از طریق جمهوری اسلامی داره تحمیل میشه. البته کنگره آمریکا تصدیق کرده تحریم های جدیدی و میخوام ببینم که این تحریم ها در روند سیاسی و باز هم اقتصادی کشور چگونه خواهد بود و آیا مدیریت کشور رو شما در آینده در این زمین ها به چه ترتیب میدید؟ ولی قبل از این که جنابالی پاسخ رو فرمایید، بنده یه توضیح مختصری بدم. این است که بعد از اینکه این تحریم ها اعلام شد از طرف شورای ملی، البته به امضای خود شاهزاده رضا پهلوی نه، ولی به امضای شورای ملی نامه نوشته شد به کنگره آمریکا و این است که گفته شده ما به رغم پشتیبانی از اعمال تحریم های همانند در برابر رهبر جمهوری اسلامی، نه جمهوری، نه مردم ایران، و نهادهای سرکوبگر وابسته به این نهاد به اصطلاح رهبریت یا بیت رهبری، ولی ما توجه شما رو به این موضوع جلب میکنیم که مردم ایران با شما متحد هستند، یعنی جزء
متحدین و دوستان شما هستن و برای تحریم ها شما بایستی همیشه بین مردم ایران و جمهوری اسلامی و شرکایش تفکیک قائل بشید. البته خود این که در ابتدا نمیستن پشتیبانی از اماره کردن تحریم ها، خب یه مقداری حالا راجع به هر کی میخواد باشه چون در نهایت دودش تو چشم ملت ایران میره مقابله بست. البته همونطوری که میدونیم بعد از این تحریم ها خب اکثر های متفاوتی از جانب سردمداران جمهوری اسلامی ایجاد شد، از جمله کمیسیون امنیت ملی تصدیق کردن که ما بایستی عکس‌العمل بسیار بسیار شدیدی با این تحریم ها انجام بدیم و برای این کارم، برای اینکه به اصطلاح نشان بدن که ما تسلیم نیستیم، یه موشکی به اسم پرسیبور اینو پرتاب کردن که البته این موشک بعد از چند لحظه صعود کرد. موشک هوا میرفت الله اکبر الله اکبر میگفتن، به الله اکبر پنجم که رسید موشک صعود کرد. ولی چون به علت همین پرتاب هنوز مرکب این تصدیق نامه کمیسیون امنیت ملی خوش نشه بود که دامکتر وزارت خزانه داری آمریکا تحریم های جدید رو و مشکلات جدید رو برای این کار ایجاد کرد به علت پرتاب این موشک. و همزمان با این از پنج از اون شش کشور، پنج به اضافه یک، غیر از روسیه و چین که طرفدار جمهوری اسلامی هستن، اون چهار کشور دیگه یک بیانیه صادر کردن، منظورم آمریکا و فرانسه و عرض کنم که آلمان و انگلستان، و رسما اعلام کردن که پرتاب این موشک یکی از دلایل متقن نقض برجامه. چون وقتی قرار داد نقض بشه اون وقت به اصطلاح پیامدهای مختلفی داره. ولی در مقابل معاون وزیر خارجه آقای عراقچی که مسئول پیگیری این برنامه برجام در ایران هست، ایشون گفت اتفاقا این تحریم هایی که انجام دادن خلاف اون چیزیست که در قرارداد بوده، بنابراین اونها نقض کردن قرارداد برجام و ما هم اقدام متقابل خواهیم کرد. آقای معاون رئیس جمهور ایشون هم تهدید کرده به عکس العمل و مقابله به مصر و عنوان کرده ما به هیچ وجه در این راه ما عقب نشینی نخواهیم کرد. ولی سخنان خود رئیس جمهور جالبتر هستن، از آقای روحانی روباه بنفش عرض کنم که ایشون عنوان کرده که ما در اجرای این برنامه برجام ما پابند هستیم تا موقعی که منافع ما تأمین بشه و ما در برابر این تحریم همونطور که بقیه گفتن ما مقابله به مصر شدید خواهیم کرد و آمریکا باید اطلاع داشته باشه، بدون آگاه باشه که بیشترین ضرر رو خود آمریکا از این تحریم ها خواهد بود، ایشون خسارت خواهد بود. و ما این عمل مقابله به مصر رو اونقدر انجام خواهیم داد که آمریکا رو منزوی بکنیم. خب نمیدونم این وسیله ای که اینا قادر باشن آمریکا رو منزوی کنن چگونه است، این هنوز یه سوال بزرگ. ضمن در این زمینه یک جمله معترضه باید عرض بکنم، این است که آقای ترامپ که قبل از انتخابش به اصطلاح شمشیر رو برای این برجام از رو بسته بود و بعدم تا مدت ها عنوان میکرد که این قرارداد بسیار بده، بعد دیگه بالاخره روی اوضاع سیاسی یا فشاری که بهش اومده عنوان کرده که من باید بگویم که چاره‌ای ندارم جز این که به توافق رئیس جمهور قبلی خودم احترام بگذارم. راستش تا بار هم چیزی نبود و من البته حرفش زده، من فکر میکنم که این یک توافق وحشتناک بوده، توافقی مزمحل کننده که من اگر بودم به هیچ وجه اون امضا نمی کردم و این قرارداد خلاصه باعث شرمساری آمریکا. حالا با توجه به این حاشیه که من در عرض کردم خدمتتون، می‌خواستم جنابعالی راجع به این تحریم ها و عواملی که باعث این ایجاد این تحریم ها میشه لطف بفرمایید بیان مطلب بفرمایید. این تحریم ها که از ابتدایی که اون برنامه گروگانگیری رو اینها را انداختن، امریکایی ها به هر حال متوسل به این برنامه شدن
و در طول این مدت هم مرتبا تحریم های بیشتری رو انجام دادن و حتی تمام زمینه هایی که به وجود آوردن که محدودیتی در رابطه با بازپرداخت بهای نفتی رو که اینها صادر میکردن و گازی که صادر میکردن به یک حالت تعلیق در آمد، در نتیجه مسئله تهیه یک توافقنامه ای رو که البته صفحات متعددی و بندهای متعددی است که تا همین امروز هم قسمت‌هایی از اون افشا نشده و با اینکه اصرار داشتن و حتی در برنامه مبارزاتی آقای ترامپ و یارانشون اینطور بود که باید همه این قسمت‌ها افشا بشه و در کنگره امریکا مطرح بشه، که خب اینا هنوز به اون صورتی که مورد نظر بوده یا صحبت شده صورت نگرفته، که این نشان میده که بسیاری از مسائلی هست که شاید آقای عراقچی که میاد اشاره میکنه که مثلا در قرار داد نبوده، وقتی که ملت امریکا و ملت ایران که در واقع طرفین ضرر و زیان، حالا چه قرار داد خوبه بده، به هر حال متوجه هر دو طرف هست و هر دو ملت امریکا و ملت ایران هست، اینها نسبت به این توافقی که اینها کردن بیگانه هستن، با توجه به اینکه هیچ امضایی نکردن، گویا به عنوان رسید فقط اون صفحه اولش رو مثل کمین آقای عراقچی یا آقای تخت‌رمانش اینها یه کارافی کردن. خب اما وقتی که این کارها صورت میگیره و یه موشکی که قربان به پنجمین الله اکبر نرسیده سقوط کرده، خب دیگه معلومه که این از چه کالاییست، تکنولوژیش هم به چه ترتیبه، و خب اون طرف هم آماده هستن و تحریم های بیشتری میکنن، اون هم شرکت هاییست که یا اصلا مردم به گوششون نرسیده و یا اینکه اصولا نوع کاری که انجام میدن به ترتیبیست که خب باید دید که تا این اندازه که اون چه در ایران اتفاق میفته در دست و در اختیار شرکت هایی هست که این کارا رو انجام میدن، فقط مثل نتیجهش قربان خیلی روشنه، این است که ما هم نفت رو باید بفروشیم، هر دلاری که دریافت کردیم اونم باید پس بفرستیم، بنابراین اینها مأموریت به این دارن که اساساً طوری باشه که ملت ایران رو در این کارهایی که دارن انجام میدن به کل واقعاً اینا رو در بند بگیرن، در ملت ایران یک به اصطلاح زندانیانی هستن که اگر هم مطلع میشن به هیچ وجه با توجه به اینکه گفتن اگر که این توافق نمیشد جنگ میشد، خب مردم واقعا خیلی صدمه دیدن، در جنگ ایران و عراق بسیار صدمه دیدن، بعد هم خانواده ها پراکنده شدن، بعد هم هزینه های زندگی بالا رفته، خب طبیعی است که یک مقدار یه سکوت ظاهری در جامعه به وجود میاد و اینا هر دو طرف ممکنه اظهار خوشحالی بکنن که خب شما یه موشک اینطوری هوا کردین، ما هم این شرکت ها رو تحریم کردیم. یه مطلب من شنیدم، البته چون کتبی نیست و یا سندی در اختیار ندارم که ارائه بدم، ولی گویندش معتبره این است که در دولت آقای روحانی گفته که اینا دارن به ما کمک میکنن ما پاکسازی بکنیم، یعنی یه زمینه فراهم بکنیم که در واقع در آینده بتوانیم کارهای صحیح‌تر و به اصطلاح عاقلانه‌تری رو در مملکت پیاده بکنیم. به هر حال نتیجه قربان این تحریم‌ها اثر روانیش اینه که جامعه ایران هر روز که این رژیم می‌گذره بلا تکلیف‌تر میشه.
این اثر روانی شد. حالا یه شرکت که میلیاردها برده و قبلا اینها پولا رو گرفتن، کارم انجام نداد، اگه پیمانکار بودن کارشون رو انجام ندادن. مقایسه بفرمایید این برنامه پایگاه برق اتمی وضعش رو کجا رسته. میلیاردها ایران هزینه کرده و به هر حال دستش هم به جای بند نیست. در قسمت های دیگه هم به همین ترتیب. این است که اگر می توانست بدترین قراردادی که این قرارداد شاید قرارداد 1919 بوسوق الدوله هم روش رو سفید کرده باشه، ولی به هر حال قربون اینجا تنها راهش اینه که مردم ایران آگاهانه عمل بکنن و بعد مطالبه کنن، برای اینکه تا مطالبه نکنن سرمایه هایی که داره به این ترتیب حیف و میل میشه یا تحریم هایی که در متقابل صورت میگیره، حالا این تحریم ها ممکنه اثر مستقیمی فورا نداشته باشه، ولی اونی که کار احتکار دستش قربان بازار سیاه دستشه، همین بعد از این مسئله قیمت داروها در بازار سیاه چند برابر شده. خب این دودش میره تو مردم ایران و خسارتشو دارن پرداخت میکنن. این است که ما واقعا نظر کلی کسانی که واقعا وطنشون رو دوست دارن، ایران رو دوست دارن، مردم رو دوست دارن و اونا هستن که در داخل ایران دارن صدمه میبینن، این است که با تحریم و هر شکلیش موافق نیستن، ولی به طور کلی اگر این تحریم ها واقعا اسباب هوشیاری بشه و اسباب به طرف وفاق ملی و هم دست و همیار شدن ملت برای یک کارهای نافرمانی مدنی بشه هرچه زودتر، این نتیجه خوبی است که ما می توانیم از این کاری که در اساسش به نفع مردم نیست ولی در واکنشش می توانیم که آثار مثبت این کار رو ببینیم. متشکرم. بسیار متشکر. البته من پرسش بعدیم این بود که راه چاره چیست که حالا جناب عالی به طور ضمنی اشاره فرمودید، حالا اگر به نظرتون راه چاره دیگری هم میاد به طور خیلی خلاصه بفرمایید. بله مختصر عرض کنم قربون، راه چاره خیلی روشنه. مردم ایران حتی در همین شورشی که همه رسیدن به این نتیجه که اشتباه شده، اشتباه کردن، خب با تبلیغاتی که صورت گرفت شرایطی رو فراهم آوردن که حالا مردم همراه شدن، ولی امروز وضع در داخل کشور ما به یک ترتیب دیگه است. اولا جوانای ما بسیار بسیار روشن هستن، مسائل رو تعقیب میکنن با این وسایل ارتباط جمعی که وجود داره. دیگه این آدم ها اون آدم های سال 57 نیستن و به اضافه اینی که همیاری کنن، همدلی کنن، کسانی که نیاز دارن بهشون کمک بکنن، متحد بشن هرچه زودتر و بعد هم اگر واقعا تصمیم میگیرن هم فکر و هم دل مشغول بشن به عملیاتی که عنوانش نافرمانی مدنی است و هرچه زودتر بتوانن که از این مخمصه عظیمی که گرفتار شدن نجات پیدا کنن. و اما ایرانیانی که در خارج هستن به خصوص نیروهای سیاسی واقعا راحت ترین، ساده ترین و عملی ترین کار این است که با هم اتحاد بکنن و به هر حال در اون اصول مبانی که در همین جبهه هماهنگ مبارزان ایران به اصطلاح آگهی شده و همه در جریان هستن، به هم با هم در کنار هم به طور مساوی همکاری بکنن تا هر چه زودتر اون نیروی لازمی که برای اولا این دوران سختی که در پیش هست و بعدم بلا فاصله نسبت به همکاری و همیاری و به خصوص مشارکت در کارهای سازندگی کشور با هم هم قدم بشن. سپاسگزارم. بود بسیار متشکر جناب دکتر حمزوی از بیانات ارزنده جناب عالی. بنده واقعا متشکرم.
من خدمتون به درود عرض میکنم تا برنامه بعدی که باز هم بنده در خدمتون باشم برای مسائل اقتصادی ایران. خیلی متشکرم. اگر نسبت به بیانات جناب دکتر حمزوی نظری دارین، مثبت یا منفی یا پیشنهادی دارین، لطف بفرمایید به این شماره تلفن 650 619 7623 و یا 832 277 7748 و یا با ایمیل شورای نجات ایران @gmail.com لطف بفرمایید پیام بذارین، در اولین فرصت خدمتتون پاسخ داده خواهم شد. عرض کنم که من لازم میدونم که ابتدا به نظرات بینندگانی که مرتب تقاضا میکنیم اعلام بکنن، تلفن بکنن یا ایمیل بذارن، من به قسمتی از اونا پاسخ بدم. البته بسیار زیاده. این مسئله چند تا از خانم ها از کشورهای مختلف از آمریکا و اروپا و حتی از ایران یا تلفن کردن و راجع به این بیانات آقای فخرآور در هفته گذشته اظهار نظرهایی داشتن. از جمله بنده باید خدمت بینندگان عرض کنم که این برنامه تا به حال بزرگترین بیننده رو در این برنامه های جبهه هماهنگ مقرتان ایران داشته. البته اون تعدادی که مستقیم از برنامه ما استفاده می کنن در حدود نسبتا عدد قابل توجهی، ولی مهمتر اونیست که بقیه رسانه های دیگه اونو گرفتن، البته با کیفیت یک خود پایین تر پخش کردن. خب این نشانگر این است که واقعا موضوع مورد توجه مردم بوده و میخواستن راجع به این مسائل یه پاسخهایی داشته باشن و این سه تا خانم هر سه تاکید کردن که در مورد اینکه این جوان جویای نام خودشو به خاندان پهلوی منتسب میدونه و به خصوص این عبارت که خونهای رضاشاه کبیر در رگهای من جاریه، اینها یه مقداری اعتراض داشتن که چرا شما پاسخ ندادین یا چرا آقای سعد پاسخ ندادن. البته اونایی که با من تلفنی صحبت کردن من گفتم نظرتون رو منعکس میکنم، ولی بیشتر اینا میگفتن چرا در این برنامه ها به مصاحبه که ایشون در سال 2013 با آقای حجازی داشته و در اونجا رسماً اعلام کرده که من از یک خانواده خیلی فقیر میام، من فقر رو با همه وجودم حس کردم، هیچ وقت هم اسم بزرگی پشت خانوادم نبوده که بخوام پشت اون بیستم یا اعتباری باشه یا پولی باشه یا هیچ چیزی باشه. در مورد آقای فخرآور، کسانی هستند که در شهر ساری زندگی میکردن و با خانواده ایشون آشنا هستن و چنین چیزی رو تایید نمیکنن که ایشون ادعایی کرده باشه در مورد نسبتش با رضا شاه. حالا به فرض اینکه حرف ایشون درست که بهار خانم خواهر رضا شاه، عرض کنم که با مادر فخرالدین، عرض کنم که عابدین فخرآور باشه و در اصل ایشون خواهرزاده رضا شاه باشه، هیچ چیزی رو ثابت نمیکنه. البته ایشون مدعی است که خونهای رضا شاه در رگهای من جاریه. خب اینو هر کسی میتونه چه ندعایی بکنه. معمولا رسم بر این است که کسی نمیگوید که خون دایی من در رگهای من جاریه. حالا از نظر ارثی ایران هم مسئله وجود داره به اسم جامعه نسب که الان فرصت این نیست که راجع به اون بحث بکنم. در هر صورت اگر هم این مسئله درست باشه که واقعا خون رضا شاه در رگهای ایشون جاری باشه، عملا چیزی رو ثابت نمیکنه. برای اینکه در خود خانواده پهلوی هم کسانی بودن با همون نام ولی به علت عدم صداقت اخلاقی مثل وادرزاد شاپور حمید رضا از دربار اخراج شدن. این مسئله اصلا تأثیری در حال نداره. اون چه که مهمه این است که خود ایشون چه دارد که بیارد در میان. عرض کنم که ضمناً من خواستم از آقای مسعود سعد تشکر کنم که ایشون نکته به نظرشون رسیده بود که من در اون برنامه گفته بودم که آقای کابوس پیروز پهلوان تنها بازمانده هستن از خاندان پهلوی.
در صورتی که من گفته بودم ایشون مطلع ترین و کهنسال ترین فرد زنده این خانواده هستن. ایشون با سعه صدرشون واقعا بررسی کردن و دیدن که هر مامانه ها را قدراست که در برنامه بعدیشون این مسئله رو عنوان بکنن. عرض کنم که ضمناً توجه داشته باشین که این آقای اصغر نحوی که در مترو در شهر شهید شد، ایشون از سوی کنگره ما و جبهه هماهنگ مبارزان ایران و شورای نجات ایران عنوان بابک زمانه گرفته شده و قرار است که پس از اینکه حکومت مردم سالار در ایران سر کار اومد اون مترو به نام ایشون نوشته بشه. مسئله ای که اخیراً مطرحه یه نامه ایست که حزب کمونیست داخل ایران به دبیرکل سازمان ملل متحد نوشته. البته همونطوری که شاید بدونیم خود حزب پانیرالیست هم در داخل فعاله و هم در خارج، البته در داخل چون محدودیت بیشتری وجود داره خب مقداری کمتر میتونن از این گونه نامه‌ها بنویسن، ولی نامه به امضای آقای منوچهر یزدی به دبیر سازمان ملل متحد نوشته شده و چند تا درخواست شده و یکیش این است که یه ابتکاری نو برای صلح در منطقه به وجود بیارین، به خصوص در مورد صلح در منطقه عراق و سوریه و یمن یه فکر جدیدی بکنین. البته من نمیدونم تا چه حدودی میتونه دبیرکل سازمان ملل متحد موثر باشه، ولی نوشتن این نامه نشونگر این است که خواست مردم داخل ایران در چه زمینه هاست. عرض کنم که بعد گفتن که یک تلاش همه جانبه‌ای برای مهار کردن وضع مالی و لوجستیکی این کشورهایی که به عملیات تروریستی کمک میکنن گرفته بشه، که بیشتر البته منظورشون جمهوری اسلامیه، و بعدم یه تلاش جدی باید بشه برای همه کشورهایی به خصوص در منطقه خاورمیانه که سازمان سیاسی بستهشونه یه سازمان سیاسی آزادتری داشته باشن، و از همه مهمتر این است که بایستی تمامیت ارضی تمامی کشورها رعایت بشه و به یه ترتیبی جلوگیری از بازنشستگی بشه. البته خب خود حزب پانیرالیست حتما راجع به این مسئله بحث خواهد کرد و نشر خواهد داد این نامه. در مورد بعضی از سازمان ها اشاره می کنن که شما مدتی است که به اصطلاح سنتون بالا رفته و بهتر این که بازنشسته بشی. بنده باید اطلاع این دوستان که تلفن هم کردن بعدشون روی خیرخواهی، بنده باید به عرض همه بینندگان برسونم که من به دستور کسی نیومده بودم اینجا کار میهن‌پرستی انجام بدم. میهن‌پرستی هیچ گونه محدودیتی نداره، در هر سنی از 15 سالگی 12 سالگی تا آخرین روزی که در قید حیات شخص هست میتونه میهن پرست باشه و فعالیت داشته باشه. عرض کنم که مسئله بعدی که بیشتر بحث ما راجع به براندازیه، من میخوام خدمت بینندگان عرض بکنم که قبلا هم در این زمینه بسیار صحبت شده. برای اینکه براندازی صورت بگیره چند شرط اساسی لازم داره وجود داشته باشه. اولین و مهمترین شرط اینه که یه رهبری وجود داشته باشه که این رهبری مورد پذیرش ملت ایران باشه. اگر هم همه ملت ایران نه، لااقل اکثریت قریب به اتفاق رهبری اون شخص و شخصیت رو قبول داشته باشه، که خب هنوز این مورد سواله و امیدوار هستیم که واقعا این رهبری به مرحله عمل در بیاد. و بعدم شرط لازم این است که، البته کافی نیست ولی شرط لازم این است که حتما نیروهایی که در اپوزیسیون چه در داخل در خارج وجود دارن اینا با همدیگه هماهنگ بشن، که خب این هماهنگی هم یه مقداری مسئله انگیزه که سالها راجع به این همه دارن بحث میکنن و همه از هم ایراد میگیرن که بله همه میگیم متحد، ولی چرا بعضی ها فقط میگن سازمان ما سازمان ما. عرض کنم که حالا من در این زمینه و در مورد جبهه خدمت بینندگان توضیح خواهم داد. اون چی که مهمه این است که
چون سازمان های ایدئولوژی های مختلف دارند و بنابراین نمیتونن با هم دیگه ادغام بشن در هم دیگه یا به صورت یه حزب با هم متحد بشن، بنابراین راه چاره این است که یک بر اساس یه مقدار مبانی مشترکی برای اتحاد در عمل با هم مشترک بشن. و شرط دیگه عبارت است از پشتیبانی بین المللی، که خب این پشتیبانی بین المللی به چند صورت میتونه وجود داشته باشه. یکی این که واقعا مثل همون بلایی که سر عراق اومد به اون ترتیب به اسم پشتیبانی بیان و مملکت رو اشغال بکنن، و یا این که واقعا روی جنبش و خیزش مردم دستگاه های بین المللی سیاستگذاران جهانی تشخیص بدن که این جنبش حقیقیه و به طور مختلف کمک بکنن. البته کمک مالی به هیچ وجه مورد پذیرش نیست. من راجع به این دو مرتبه صحبت خواهم کرد. عرض کنم که در سازمان های مختلف راجع به این که چگونه باید براندازی انجام بگیره بحث های مفصلی شده که میگویند یک راه نخست جنگ و اشغال نظامیه که به هیچ وجه مورد پذیرش هیچ یک از ایرانیان وطن پرست نیست. دوم کودتای که کودتا مفهومش این است که در داخل ایران از طریق سپاه یا احیانا به احتمال کمتر از طریق ارتش بتونه کودتای انجام بگیره. اگر چنین چیزی به فرض محال هم صورت بگیره، تغییر اساسی در ساختار جمهوری اسلامی داده نخواهد شد، بلکه باید قانون اساسی عوض بشه و اون مسئله به اصطلاح اونی که ایجاد میکنه که رهبر یه ضحاک زمان باشه و ولی فقیه باشه باید اون ملغا بشه. متاسفانه همونایی که بخوان کودتا کنن و همون کسانی که خودشون رو اصلاح طلب معرفی میکنن و یا به عبارت دیگه راه اصلاح طلبی هم به هیچ وجه مورد پذیرش نیست و راه حل عملی نیست، چون اصلاح طلبی یعنی اینکه تعداد افراد جابجا بشن، نه اینکه انقلاب اساسی صورت بگیره و قانون اساسی عوض بشه. بنابراین میمونه راه چهارم که اون قیام سراسریه، که من اینو بعد از راه حل پنجم توضیح میدم. پنجم اون چیزی که الان دارن مطرح میکنن در بعضی از سازمان ها، متاسفانه در رسانه های همگانی هم به این اشخاص میدان داده میشه، حالا دلیلش رو بنده نمیدونم، این است که گفته میشود که ما قانون اساسی نوشتیم، پیشنویس قانون اساسی در اختیارمونه، بنابراین بهترین راه این است که ما مردم رو دعوت کنیم برای پشتیبانی از این قانون اساسی و بعد اگر مردم برای پشتیبانی به خیابان و پشتیبانی از این قانون اساسی که به دو صورت جمهوری و مشروطه پارلمانی نوشته شده، مردم دعوت بکنیم برای این کار بیان به خیابون ها بریزن و اون موقع جمهوری اسلامی شدت عمل بخواد نشون بده و سرکوب بکنه، لازمش این است که مثل سال 88 اگه بخواد شکست نخوره، این است که رئیس جمهور آمریکا همون طوری که در مورد فروزی دیوار برلن آقای ریگان نظر داد که آقای گورباچوف این دیوار رو برچینید، بنابراین اگر رئیس جمهور آمریکا هم یه پیام بفرسته برای پشتیبانی از ملت ایران بر علیه جمهوری اسلامی، بنابراین اگر مردم مواجه با سرکوب شدن اون موقع میدونن که با آمریکا طرف هستن و آمریکا میتونه بیاد اونجا کمک کنه به مردم ایران. خب این یک مسئله بسیار قابل بررسیه، برای اینکه اولا اعلام قانون اساسی که هنوز به تایید مردم نرسیده، فقط یک گروه ویژه ولو بهترین حقوقدانان نوشته باشن، اینو دو تا قانون اساسی که نمیتونه مورد خواست مردم باشه در خیابون ها بریزن و بگن این قانون اساسی رو میخواییم. بنابراین وقتی راجع به قانون اساسی میشه صحبت کرد که مورد تایید مردم باشه و عرض کنم که در یک همه پرسی نظر مردم گرفته شده باشه. بنابراین در این سناریو اولا نشونگر این است که ما آماده هستیم مستعمره آمریکا باشیم، دوم این که
اصلا عامل روسیه و چین به کلی کنار گذاشته شده. بنابراین برمیگردیم به اون تنها راه که بارها در اینجا صحبت کردیم و بسیاری از میهن پرستان به این اعتقاد دارن و اون قیام سراسریه که مردم بیان به خیابونها و خواستار براندازی بشن. بنابراین در این مورد ما بایستی هم به قیام سراسری معتقد باشیم، هم دوره گذار که جبهه هماهنگی مبارزان ایران طرحش هم در این زمینه داره و از همه مهمتر این است که بعد از براندازی باید یه همه پرسی صورت بگیره و ابتدا ملت ایران که اصل قضیه هستن اون نظرشون رو بدن که چه نوع حکومتی رو در آینده میخوان انجام بدن. بر اساس اون همه پرسی مجلس مؤسسان تشکیل بشه برای اینکه اون همه پرسی رو به صورت قانونی در بیاره. یعنی دستور ملت ایران رو راجع به نوع نظام به صورت قانونی پیاده کنه به اسم اصلا که قانون اساسی. حالا در اون موقع چه قانونی میتواند حاکم باشه برای اینکه همین همه پرسی صورت بگیره و هم مجلس مؤسسان تشکیل بشه برای اجرای نظر مردم و تدوین قانون اساسی، قبلا هم در این زمینه صحبت شده. چون که وقتی براندازی صورت میگیره مفهومش این است که مردم قانون اساسی فعلی این جمهوری اسلامی و به تبع اون قوانینش قبول ندارن، بنابراین خود به خود قوانینی که قبل از روز شورش 57 وجود داشته اون حاکم میشه و اون میشه بعد قانون مشروطیت، که تا زمانی که مجلس مؤسسان برای اجرای همه پرسی نظر مردم و دستور مردم تشکیل نشده میشود از اون قانون فقط برای همه پرسی را تشکیل مجلس مؤسسان استفاده کرد و اختیار کامل با مجلس مؤسسان خواهد بود که نظر به دست آمده از همه پرسی به وسیله مردم رو به صورت قانون پیاده بکنه. البته خب در این زمینه بحث و سخن زیاده. حالا این راه حدی که اون آقایون استفاده کردن واقعا یعنی ما تسلیم آمریکا باشیم و نیروی بیگانه اجازه بدیم بیاد به سرپرستیمون رو انجام بدن و امثالمون. خب بینندگان عزیز، چون وقت من تمام هست، من خدمت بینندگان بدرود عرض میکنم، ولی قبل از اون تقاضا دارم که اگر نسبت به اراضی بنده و یا به بیانات آقای دکتر حمزوی پیشنهادی دارن، ایرادی دارن، نظراتی دارن، لطف بفرمایند به این شماره تلفن 650-619-7623 و یا شورای نجات ایران gmail.com و یا به آدرس تلگرام ما که مدتی است کار میکنه به عنوان عرض کنم که telegram.me/jp2g لطف بفرمان به اینجا پیام بگذارن. مطمئن باشن در اولین فرصت خدمتشون پاسخ داده خواهد شد. بسیار متشکر. بدرود عرض میکنم. پاینده ایران جاوید. ملت بزرگی. دلاوران خاک بهروان گهواره آزادگان، نوجوان ما ای نهال جاودان، نیک بدان دشمنان جهل و زهر و کین همی پراکنن، این چنین مرگ و فرفشانن چون تیر آتشین، ما میخواهیم آزادی. جهد ما بسا میدهد به ما ندی، شعله های خشم از ما ساخته از یک شاهی،
از بند و زنجیر و شلاق و دار ما نمی هراسیم از چکاچاک شمشیرها نیز از جا نمی گریزیم دروال آزادی را با چنگ و دندان گشاییم ما یار جان باختگان